ما باید به یک وحدت کلامی برسیم، وحدتی برسیم که حرفمون با هم یکی باشه. زیربنای فکری همه ما اشتراکه. زیربنا چیه؟ شور الهی، خوشبنده حکومت جان هستی و خدا. این زیربنای فکری ندن ما، هم بشر. خب همون چیزیست که ما میخوام روش کار بکنم. میمونه یک روبنای فکری. روبنای فکری یکی نمیدونم به عاشورا اعتقاد داره، کسی اصلا خندش میگیره. یعنی عاشورا یعنی چی؟ شما آمریکا بود عاشورا. خب مفهومی برای اونا نداره. خیلی چیزای مثلا فرض کنید مراسم هندیا، نمیدونم مراسم در آمریکای جنوبی، آمریکا به ما بگن ما خندمون میگیره. درست یا نه؟ خیلی از مراسم اونا رو که ما در واقع نگاه بکنیم خندمون میگیره، میگیم که اینا خودشون گذاشتن سر کار. این همین قضیه اونا روی ما دارن، ولی روبنامون برای مثلا هر کسی تقدس داره، ما رو خودش. خب اون مراسم خودش، ما مراسم خود، ما فقط در زیربنا اشتراک داریم. و بیایم اون صحبتهایی رو که اصولاً در باب معرفت و در باب موضوع اندیشه هست که ما میخوام روش کار بکنیم، اونها رو روش انتقال بدیم. اصولاً این توضیح رو داشتیم که در واقع مؤسسه فرهنگی اصولاً فرهنگ ساختار فکری یک جامعه است. یک مؤسسه که میگه مؤسسه فرهنگی، یعنی در واقع میخواد یا ساختار فکری جامعه رو چیکار کنه؟ اصلاح کنه، ارتقا بده، آسیب شناسی بکنه که از ناحیه فکر چه آسیبایی ممکنه به جامعه یا به بشریت وارد بشه. خب انگوش میذاره روش. حالا این ضربه یه جا از بدفهمی مذهبی، یه جا از نفهمیدن معرفت یک ماجرایی، یه جا خب از موسیقی، یه جا از ورزش، تعریف غلط از ورزش میتونه زایه ایجاد بکنه. خب یک مؤسسه فرهنگی، حالا بستگی به مثلا مؤسسه فرهنگی مثل ما که صرفا حالا مؤسسه فرهنگی دارم میخواد بره تو موسیقی کار کنه، هنر زبان این ساختار فکریش. حالا غیر از یه شاخه‌ای که اختصاصی مثل موسیقی مثل غیر اینا، در واقع میخواد بیاد ایجاد رنسانس فکری بکنه، میخواد ایجاد تحول فکری بکنه، میخواد انسان رو از خمودگی نجات بده، به جهت بده. انسانی که جهت نداره این خیلی سریع بی‌حوصله میشه، خموده میشه، چیز میشه، میره دنبال این، خسته میشه، میره دنبال اون قضیه، خسته میشه، آخری نابسامان میشه، رو به اعتیاد میاره، رو به مشروب میاره، رو به این چیزا میاره. این آسیب شناسیه. اگه جنگ میکنه انسان چون نمیدونه چی میخواد، جهت فکری نداره، نمیدونه روزا این فلسفه خلقت چیه. ولی وقتی فلسفه خلقتشو پیدا کرد، جهت فکری پیدا کرد، اون وقتی که بی خودی دنبال اندرامی چرا چیزایی به صلاح حجب نمیره. خب این رسالت ماست. خب شامل دو بخش میشه. یه بار برای جامعه خودمون که آسیب شناسی خاص خودشو داره، یه جا برای بشریته. خب چون آسیب شناسی اجتماعی ما با یه جامعه اروپایی کاملا تفاوت میکنه. خب مثلا ما اگر معرفت عاشورا رو باش سر کار داریم، سالی یه بار نفهمیم بهمون لطمه میکنیم. میدونی که انرژی عظیمی رو ما روی ماجرای مثلا محرم میذاریم؟ اگه نفهمیم چی کار داریم میکنیم، میدونی چه انرژی عظیمی مثلا اینجا هدر میره؟ میدونید ما سالی یک بار مثلا ماه رمضان داریم، اگه معرفتش رو پیدا نکنیم، اگه ندونیم چی کار میکنیم، میدونی چه انرژی عظیمی رو داریم ما، چه ضرر اقتصادی و چی اونا رو داره؟ اگه ندونیم چی کار میخوام بکنیم، میدونید یعنی چی؟ سال یک ماه. حالا همینا رو بیاییم به هر چیز بدیم، ببینیم که ما چه سرمایه‌ای رو داریم تو این راه گذاشتیم. اگر که ما میان
وارد خودمون رو وارد معرفت به اصطلاح مذهب و مذهب و شیعه که هستیم در واقع بیشتر کردیم، به این دلیله که سرمایه گذاری عظیمی روش داریم. اگر راجع به صلوات صحبت بکنیم، ما که یه چیز مذهبی که نیستیم، که ما که مبلغ مذهبی نیستیم، که ما میخوایم بگیم که داریم سرمایه گذاری عظیمی روی کار میکنیم. آدم از 30 سال، 40 سال، 50 سال، 10 سال، 20 سال وقت روی این کار گذاشته. الان باید یه ترنگاری به ذهنش وارد کنه تا از این کار نتیجه بگیره، تا از این کارش رو به یک نتیجه ملموس برای خودش تبدیل بکنه. میشه کار فرهنگی. اما اگه ما میخوام بریم برای اروپایی ها صحبت بکنیم، خب اروپایی مسائل دیگه ای داره، بچه تشابه پیدا میشه، ولی اصولا مسئلهش دوباره فرق میکنه. بنابراین علت ورود ما به این مسائل به این دلیله که در این خصوص بدفهمی باعث هدر رفتن سرمایه های ملی مون میشه. دقت میکنیم ما باید بدیم برای چی باید بریم زیر علم، اصلا باید بریم یا نباید بریم، و باید بدونیم حالا که ما داریم سرمایه ملی روی این ترجیح داریم، باید بدونیم چی به دست میاریم. روشن باشه، مشخص باشه، پس از روزمون، از حدمون، از دیم. به این دلیله که ما این مباحث رو باز کردیم، وارد این مباحث شدیم تا عمرمون هدر نره، یا اگر رفته یه جایی بتونیم اون جلوی به اصطلاح نقایصش رو، جلوی چیزاش رو بگیریم، و خلاصه از این میان ما به یک تحولی برسیم. اینا دلایل قضیه. اما یک بار هست که ما یک کار انسان شمولی میخوایم بکنیم، یک کاری میخوایم بکنیم، بیاییم به بشر بگیم که از روشپندی الفیز رو بزرست یا روشپندی الهی اونجوری باید استفاده کرد، اونجوری باید استفاده کرد. فلسفه عملی ادیان اینه. حالا اونه که مسیحیه رو چیز مسئله خودش حواسی جمع میکنه، اونه که بگیرم و خلاصه صحبت های یه جای انسان شمول میشه.